سلام میکنم به دوستای خوبم در آترین من علی رجبی هستم همه ما میدونیم که فرمان کالالوکاپ یکی از کلیدی ترین فرامی نیست که ما برای فضا سازی های رنگی متفاوت در نرم افزار فتوشاپ استفاده میکنیم. خلق رنگ های متفاوت ایجاد فضا های رنگی متفاوت که میتونه اثر ما رو کاملا متفاوت بکنه و تاثیرش روی بیننده به اون شکلی که ما می بذاره فرمان کالالوکاپ رو همتون میدونید با سه روش میشه روی تصویر اعمال کرد اما سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا ما خودمون هم قادر هستیم که یک لوک up table بسازیم یا یک فایل LUT بسازیم تا بتونیم اون فضای رنگی رو که خودمون تولید کردیم رو, رو روی تصاویر دیگه اعمال بکنیم به حال ما اینجا پیش فرض هایی داریم که همیشه از اینها استفاده کردیم توی فوتشاپ سی این امکان وجود داره برای ما که بتونیم یک لوکاپ تیبل رو خلق بکنیم اما شما برای اینکه لوکاپ تیبل رو خلق بکنید دو قانون رو باید خوب رعایت کنید یک اینکه حتما باید لایه شما مثل این تصویری که الان اینجا داریم یک لایه بک‌گراند باشه دو شما باید از ادجاستمنت لایرها استفاده بکنید برای خلق فضای رنگی که مد نظرتون هست به طور مثال من اینجا یک هیو دادم بعد با استفاده از فرمول بلک اند وایت کنتراستش رو بالا بردم به نوعی رنگ رو پخته تر کردم و سه با استفاده از فرمول gradient map به یک همچین فضای رنگی رسیدم که حالا این فضای رنگی رو میخوام روی تصاویر دیگه ای اعمال بکنم و روی تصاویر دیگه ای نتیجهش رو ببینم پس با چی کار بکنم اگر بیاین در منوی فایل در زیر مجموعه اکسپورت اینجا ما گزینه ای داریم اسم Color Lookup Tables که اگر روی من کلیک بکنم یک باکسی برای من باز میشه که اجازه میده به من Lookup Table هم رو در فرمت های مختلف ذخیره بکنم همونطور که میدید LUT یا Lookup Table ها در زیر مجموعه فرمان uh, Color Lookup از سه فرمت استفاده میکنن که شما میتونید تعیین بکنید که این حالت یا این قالب تو کدوم uh, فرمت از uh, آنچه که من نیاز دارم شکل بگیره اسمش رو دیسکریپشن میتونم برش بزنم یا توضیحاتی میتونم برش بزنم اسمش میذارم واکینگ کپی رایت علی رجبی هست یه نکته که دوستای خودم بعد دقت بکنید بحث گرید پوینتس یعنی گرید پوینتسی که ما اینجا داریم Uh, ما میتونیم با استفاده از فهمان گرید پوینتس Quality، روی کاملا روی کوالیتی تاثیر بذاریم حالا میتونه روی میدیوم باشه میتونه روی های باشه من معمولا روی های میذارم و این کارو uh, انجام میدم و بعد اوکی میکنم روی 3DL و کیوب فرمتم هم رو قرار دادم چون میخوام فقط در حالت اول کار بکنم میام و این رو سیف میکنم به اسم Walking in Snow البته قبلا این رو سیف کردم و اسمش میزنم واکینگ این سنو 2 و Save رو میزنم و این Color Lookup برای من به این شکلی که دوستای خوب میبینید ذخیره میشه حالا فقط کافی بیام روی تصویر مورد نظرم فرض کنید این تصویر بعد میام در زیر مجموعه کالا Lookup فرمان Color Lookup رو فعال میکنم باکس Color Lookup برای من باز میشه همونطور که دیدید من از فرمت 3D استفاده کردم یا 3D Lookup تیبل این رو باز میکنم و روی قسمت آدر کلیک میکنم تا آدرسی که مد نظر من هست یعنی آدرس مورد نظر من رو به من بده اینجا و بعد واکینگ سنو 2 رو فعال میکنم روی اون کلیک میکنم گزینه لود رو میزنم و بعد دقیقا اون فضا سازی رنگی که من روی اون تصویر اعمال کردم اینجا برای من تولید میشه و روی این تصویر اجرا خواهد شد فکر میکنم یه کوچولو صبر کنیم تا اون فضا سازی رنگی روی این تصویر اعمال بشه چون فکر گرید رو فکر کنم روی 64 گذاشتم کمی طول کشید دقیقا اون فضا یا اون اتمسفر رنگی رو که من توی اون تصویر اعمال کردم حالا روی این تصویرم دارم میام تصویر بعدی رو انتخاب میکنم میام در قسمت لایرز زیر مجموعه کالر لوکاپ این فایلم رو لود میکنم روی این کلیک میکنم گزینه لود رو میزنم تا ببینم نتیجه من روی این تصویر چه خواهد شد نکته بسیار بسیار کلیدی که باید دقت بکنید با دوستان من اینه که ما توسط کالر یا همون LUT فایل ها به شدت میتونیم فضاهای رنگی متفاوتی رو خلق کنیم فضا های رنگی متفاوتی رو ایجاد بکنیم تاثیر کار ما تاثیر رنگ و نور ما رنگ و نوری که در ویرایش استفاده میکنیم به شدت میتونه روی بیننده تاثیر بذاره یکی از امکانات فوق العاده نرم افزار فتوشاپ هست مخصوصا فتوشاپ سی سی که حالا ما خودمون میتونیم الیوتی رو خلق بکنیم و بسیم امیدوارم که لوکاپ تیبل های متفاوتی رو بسازین و توی پروژاتون استفاده بکنید